شامگاهی شبکه تن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه جمعه ششم سپتامبر سال 2013 مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی مشکلات ناشی از بحران سوریه در اجلاس کشورهای گروه 20 در روسیه. در مطلبی تحت عنوان بحث درباره بحران سوریه در نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان، این اکثر فصل مهمترین خبرها. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید علارغم تغییر دولت در ایران هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل تهران به حل مسئله اتمی دیده نمی‌شود. نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به شبه نظامیان شیعه عراق دستور داده در صورت حمله ایالات متحده به سوریه به مواضع آمریکا در عراق حمله کند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی ایران میگوید حمله مجاهدین عراقی به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بود. وزیر خارجه ایران درباره دریافت احتمالی نامه باراک اوباما از سوی حسن روحانی میگوید این موضوع را نه تایید و نه تکذیب میکند. دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده اروپاییان علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری دیدار می‌کنند. اختلاف در مورد واکنش نسبت به کاربرد اسلحه شیمیایی در سوریه نتیجه اجلاس رهبران گروه 20 را به مخاطره انداخته است. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا رمز اطلاعات کامپیوتری میلیون‌ها کاربر اینترنتی را شکستند. اینک مشروع اخبار. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید علارغم تغییر دولت در ایران هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل تهران به حل مسئله اتمیش و رفع نگرانی‌ها در این باره دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور که در نشست نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل سخن میگفت تأکید کرد ایالات متحده مانند دیگر اعضای شورای امنیت امیدوار است روی کار آمدن دولت حسن روحانی فرصتی را در اختیار ایران قرار دهد که نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به اهداف هسته‌ای آن را به سرعت رفع کند. اما شوربختانه ما تا به حال هیچ نشانه روشنی مبنی بر تعهد حکومت ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی ندیدیم و این در حالی است که تحولات اخیر باعث افزایش نگرانی ما نیز شده است، چرا که هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران نصب حدود 1000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم را به پایان برده و در نظر دارد آنها را آزمایش کند. بنابر این گزارش، سامانتا پاور در ادامه تصریح کرد حکومت ایران به جای اینکه به الزامات بین‌المللی تعیین شده توسط شورای امنیت عمل کند، در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است که ممکن است سرعت غنی‌سازی را در ایران تا 2 و 3 برابر افزایش دهد. به گفته وی،
عملکرد ایران ما را از راه حل مبتنی بر مذاکره دور می‌کند. و خبری از نیروی قدس سپاه پاسداران، واشنگتن می‌گوید با خبر شده است که حکومت ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار به خود در عراق فرمان داده است که در صورت حمله ایالات متحده به سوریه، مواضع ایالات متحده در بغداد از جمله سفارت این کشور را مورد حمله قرار دهد. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی گفتند این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان عراقی حامی جمهوری اسلامی ارسال شده است، در چند روز اخیر ردیابی کردند. به گفته این مقام‌های آمریکایی، قاسم سلیمانی در این پیام گفته است که شبه نظامیان شیعه عراقی باید برای پاسخگویی به حملات احتمالی آمریکا به سوریه آماده باشند. بنابر این گزارش، سفارت آمریکا در بغداد که یکی از بزرگترین مجموعه‌های دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می‌رود، از جمله این اهداف است. به نوشته وال استریت ژورنال، مقام‌های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند و این در حالی است که پیش از این چندین مقام جمهوری اسلامی بارها در مورد تبعات اقدام نظامی آمریکا در سوریه هشدار دادند. یادآور می‌شود وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تا به حال به این گزارش واکنشی نشان ندادند. و خبری از واکنش مقامات ایران درباره حمله به مجاهدین در عراق. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی ایران، میگوید حمله مجاهدین عراقی به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بود. به گزارش مهر، آقای نقدی در جلسه هیئت عاشقان ولایت بسیجیان استان گلستان گفته است حمله‌ای که توسط مجاهدین عراقی به پادگان اشرف روی داد مهمتر از عملیات مرصاد بود، چرا که تعداد زیادی از سران پلید منافقین در یک روز نابود شدند. و این در حالی است که پیش از این خبرگزاری فارس نیز در روز چهارشنبه هفته گذشته گزارشی از سخنان مشابه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نشست سالانه مجلس خبرگان رهبری ارائه داده بود. به گفته فرمانده سپاه قدس، بیش از 50 نفر از اعضای ارشد مجاهدین خلق در اشرف کشته شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود و در واقع وعده خداوند محقق شد. یادآور می‌شود بروز انفجارهای پیاپی در روز 10 شهریور در اردوگاه اشرف که محل استقرار 100 تن از نیروهای سازمان مجاهدین خلق بود، به مرگ 10 تن انجامید و یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. در این میان و در پی این واقعه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از حمله به اردوگاه اشرف از سوی گروهی که آنها را فرزندان مجاهدین شهید عراقی نامید، ابراز خوشحالی کرد. و خبری درباره ارسال پیام اوباما برای حسن روحانی. وزیر امور خارجه ایران دریافت احتمالی نامه باراک اوباما از سوی حسن روحانی را تکذیب نکرد. وی میگوید این موضوع را نه تایید و نه تکذیب میکند، اما افسوده است که ممکن است پیام‌هایی به صورت شفاهی برای آقای روحانی ارسال شده باشد. بنابر این گزارش، محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری مهر که 15 شهریور ماه منتشر شد، در پاسخ به این سوال که آیا حسن روحانی پیامی از باراک اوباما دریافت کرده است، گفت بخش‌هایی از دیپلماسی ممکن است پنهان باشد و لذا نیازی نیست در مورد ابعاد پنهان بنده اظهار نظری کنم، چون در غیر این صورت ما همه دیپلماسی را می‌توانستیم در رسانه‌ها انجام دهیم. وی در ادامه افزود ممکن است پیام‌هایی به صورت شفاهی و یا غیر از آن به انهای مختلف برای آقای رئیس جمهور ارسال شده باشد. به گفته وی پیام‌های دیگری هم که احتمالاً در ملاقات‌ها و برداشت‌هایی که از دیدگاه‌های طرف آمریکایی در ملاقات‌ها برای ما مطرح شده، به صورت مناسب در همان ملاقات‌ها پاسخ داده شده است. یادآور می‌شود وزیر خارجه ایران در حالی به پیام‌های شفاهی اشاره کرده است که در جریان سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان، به تهران
تلویحاً تأیید کرده بود که در این سفر موضوع آمریکا یکی از مسائل مورد گفتگو ما بین ایران و عمان بوده است. و خبری از لغو تحریم‌های اروپا علیه مؤسسات ایرانی. رأی صادره دادگاهی در اتحادیه اروپا مقرر می‌کند که این اتحادیه باید تحریم‌های خود علیه 7 شرکت و بانک ایرانی را لغو کند. حکمی که پیش از این نیز درباره 2 نهاد اقتصادی دیگر ایران صادر شده بود. به گزارش رویترز، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که روز جمعه 6 سپتامبر صادر شد، شامل شرکت‌های پست، بانک ایران، بیمه ایران، کشیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی می شود. بنابراین گزارش، بر اساس حکم دادگاه اروپا از ناصر باطنی، رئیس سابق شرکت کشیرانی ایران هم که 2 سال پیش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، رفع تحریم شده است. گفتنی است دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این نیز حکم به لغو تحریم‌های 2 بانک دیگر ایران به نام‌های بانک ملت و صادرات را صادر کرده بود. این دادگاه در آن زمان اعلام کرده بود شواهد معتبری ندارد که نشان دهد بانک‌های یاد شده به برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند و همکنون نیز به همین دلیل رأی به لغو تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها و بانک ایرانی داده است. یادآور می‌شود حکم لغو تحریم‌های اعمال شده علیه این مؤسسات فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود و شورای اروپا 2 ماه فرصت دارد تا درباره حکم صادر شده درخواست تجدید نظر کند. و خبری از دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری دیدار می‌کنند و این در حالی است که این دیدار نخستین دیدار وزیر امور خارجه دولت 11 با خانم اشتون به عنوان مسئول مذاکرات اتمی گروه 5 و علاوه 1 خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، مایکل مان سخنگوی خانم اشتون گفت در تماس تلفنی که خانم اشتون صبح روز جمعه 6 سپتامبر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشته، دو طرف موافقت کردند که در ماه جاری در نیویورک و حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کنند. به گفته آقای مان، تماس تلفنی خانم اشتون در پی انتشار خبر انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی ایران به وزارت امور خارجه این کشور انجام شده است. بنابراین گزارش، آقای ظریف نیز به خبرگزاری مهر گفت در این مکالمه تلفنی به خانم اشتون گفته است که اگر آنها اراده سیاسی برای حل پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند و حقوق ایران رعایت شود، مذاکرات قابل پیشرفت است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تحریم‌ها علیه این کشور را ظالمانه و غیرقانونی خوانده و گفته است با مذاکرات سازنده هر گونه بهانه‌ای از کسانی که تلاش کردند به مردم ایران فشار بیاورند گرفته خواهد شد. و خبری از اجلاس گروه 20. اختلاف در مورد واکنش نسبت به کاربرد اسلحه شیمیایی در سوریه نتیجه اجلاس رهبران گروه 20 را به مخاطره انداخته است. به گزارش بی بی سی، روز جمعه 6 سپتامبر، دومین روز از اجلاس رهبران کشورهای گروه 20 در شهر سن پترزبورگ در روسیه برگزار می شود و این در حالی است که دستور کار اجلاس برای حل مشکلات اقتصاد جهانی تحت شعاع اختلاف نظر بر سر جنگ داخلی سوریه قرار گرفته است. بنابراین گزارش، در این اجلاس رهبران و مقامات و ارشد آمریکا، آلمان، استرالیا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، روسیه، چین، آرژانتین، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، ترکیه، عربستان سعودی، مکزیک، هند و اتحادیه اروپا به میزبانی روسیه شرکت دارند و دستور کار اصلی آن بررسی برخی از مسائل اقتصادی و مالی بین المللی است. اما با این همه موضع‌گیری‌های متفاوت شرکت کنندگان اصلی به خصوص آمریکا و روسیه بر سر موضوع کاربرد اسلحه شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث شده است که بخش عمده‌ای از گفتگوهای جانبی اجلاس به این موضوع اختصاص یابد و اختلاف نظر موجود به وضوح باعث سردی فضای اجلاس شود،
یادآور می‌شود دولت آمریکا پیشتر و در واکنش به تصمیم روسیه در پی اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بود که باراک اوباما برنامه ملاقات و گفتگوی خصوصی با رئیس جمهوری روسیه را لغو کرده است. و خبری از شکستن رمز کاربران اینترنتی توسط آمریکا و بریتانیا. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا رمز اطلاعات کامپیوتری میلیون‌ها کاربر اینترنتی را شکستند که به این ترتیب امکان دسترسی به محتوای ایمیل‌ها، حساب‌های بانکی و پرونده پزشکی صدها میلیون نفر فراهم می‌شود. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه بریتانیایی گاردین، اداره امنیت ملی آمریکا در اجرای برنامه‌ای با طبقه‌بندی کاملاً سری توانست با رمزگشایی از ارتباطات به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کند و در نتیجه این سازمان‌ها به طور مستقیم به منابع اطلاعات خصوصی افراد دست یافتند. بنابراین گزارش، بخشی از این برنامه با همکاری آژانس شنود دولت بریتانیا صورت گرفته است. گفتنی است این آژانس که مقر آن در شهر چلنهم واقع است، مسئول حفاظت از ارتباطات نهادهای دولتی و نیروهای مسلح بریتانیا است و در این زمینه آژانس شنود دولت بریتانیا تأکید کرده است که کشف رمز بخشی حیاتی از فعالیت آن محسوب می شود، اما تنها در مورد منابعی به کار می رود که از نظر امنیتی برای این کشور اهمیت دارد. اما کارشناسان می گویند اطلاعات جدید در مورد دستاندازی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا بر اطلاعات شخصی افراد باعث خواهد شد که تا بحث درباره توازن بین امنیت ملی و حریم شخصی شهروندان بار دیگر مطرح شود. بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی مشکلات ناشی از بحران سوریه در اجلاس کشورهای گروه 20 در روسیه. در مطلبی تحت عنوان بحث درباره بحران سوریه در نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان، نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید کشورش بخشی از مستندات درباره حمله شیمیایی سوریه را در اختیار بعضی اعضای سازمان ملل قرار داده و این در حالی است که سامانتا پاور روسیه را متهم کرده که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. در این میان بحران سوریه به یکی از موارد بحث در نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در سن پترزبورگ روسیه تبدیل شده، اجلاسی که نماینگر تلاش بین دو قدرت بزرگ هم هست. به گفته کاخ سفید، باراک اوباما در حاشیه اجلاس با ولادیمیر پوتین دیداری نخواهد داشت و این در شرایطی است که در این حال بحث درباره مسائل مالی و مالیاتی جهان از اولویت‌های این نشست اقتصادی است. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب می‌کنم. در پشت این دست دادن و لبخند زدن‌ها، صورت‌هایی پر از اخم پنهان شده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در حالی به سن پترزبورگ آمد که اختلافش با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به اوج رسیده. آن هم نه درباره سیاست‌های اقتصادی که بر سر حمله به سوریه. رهبران 20 کشور ثروتمند دنیا قرار بود درباره رشد اقتصادی، ایجاد ثبات مالی و کاستن از انحصار دلار در معاملات جهانی مذاکره کنند. ولی حالا حاشیه بر متن غلبه کرده. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین پس از ورود به محل اجلاس از موضع همتای روسی خود در مخالفت با حمله به سوریه حمایت کرد. پکن نگران است حمله به سوریه بهای نفت را بالا ببرد و هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد چین بگذارد. این نشست مهمان ناخوانده‌ای هم دارد.
اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در سوریه که به اصرار دبیر کل سازمان به اینجا آمده. همزمان با جمع شدن رهبران گروه 20 برای بررسی مشکلات اقتصادی جهان، وضعیت سوریه که به خاطر اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی حاد شده نیازمند توجه فوری رهبران جهان است. به همین دلیل من از اخضر ابراهیمی خواستم به سن پترزبورگ بیاید تا بلکه بتوانیم هر چه سریعتر همایش صلح ژنو را دوباره برگزار کنیم. تنها راه رهایی از این بحران را باید در میان روش‌های سیاسی جستجو کرد. برای این بحران هیچ راه حل نظامی که بتواند صلح بیاورد وجود ندارد و باید هر چه سریعتر به این خونریزی ها خاتمه داد. حضور این همه مقامات مهم در روسیه ملاحظات امنیتی شدیدی نیاز دارد. مقام های برگزار کننده نشست برای تأمین امنیت اجلاس اون رو در جایی قرار دادند که فقط از راه دریا و توسط قایق های حفاظت شده قابل دسترسیه. اما حالا اونچه موفقیت روسیه رو در میزبانیش تهدید میکنه نه یک حمله تروریستی، بلکه اختلاف بر سر سوریه است. اما برنامه اصلی نشست هم سر جایش هست. اعضای گروه 20 که پس از بحران مالی 5 سال پیش به هم نزدیکتر شدند و در مقابل با رکود تا حدی موفق عمل کردند، حالا به دنبال ثبات مالی در جهان هستند. یکی از اولویت‌های آنها قانونمند کردن فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری است. گروه 20 مجموعه‌ای از مقررات مالی را تنظیم کرده و می‌خواهد آنها را از ابتدای سال 2015 میلادی اجرایی کند. اعمال این مقررات گروه 20 را به جنگ قول‌های مالی مانند گلدمن ساکس و مری لینچ می‌برد. هرچند اختلاف درباره سوریه زیاد است، اما احتمال توافق بر سر مسائل مالی در نشست گروه 20 به همان اندازه بالاست. امیر پایور. بینندگان عزیز، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تی وی تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. شب و روز بر همگان خوش. شامگاهی شبکه تن باش.